24 روز خرداد ماه برابر با 14 ژوئن سال 1086 خورشیدی برابر با 1707 میلادی، کشف نیروی بخار آب توسط دنیس پاپن، مخترع مکتشف و تبیعیدان فرانسوی که برای نخستین بار در تاریخ صنایع از قوه بخار برای ایجاد حرکت در موتور ماشین استفاده کرد. دنیس پاپن که از جوانی به امور صنعتی و فنی علاقمند بود، در دوران تحصیل استعداد شگرف خود را در ریاضی آشکار کرد و مدتی در مقام مدرس ریاضیات مشغول کار شد. پاپن از پیشروان تکمیل ماشین بخار بود و در این راه دیگ پاپن را ساخت. دیگ پاپن وسیله ایست با دریچه اطمینان که آب را به دمایی به مراتب بالاتر از 100 درجه می رساند بدون اینکه آب به جوش بیاید. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، تقاضای خلع محمد علی شاه از سلطنت از سوی انجمنهای ایالتی کشور. از آنجا که از اولین ساعت روز عده‌ای سرباز در خیابانها به تهاجم و کتک و غارت مردم پرداختند، این وضعیت مردم را چنان هراسان ساخت که هر کس به گوشه‌ای فرار کرد و قطع سیم‌های تلگراف هم سبب شد این خبر تا چند روز به شهرهای دیگر نرسد. اما هنگامی که مردم دیگر شهرها از این مهم آگاه شدند، شورش کردند و انجمن ایالتی و ولایتی آذربایجان تلگرافی به انجمنهای شیراز، خراسان، اصفهان و کرمان فرستاد که خواهان حرکت انقلابی مردم به منظور خلع محمد علی شاه از سلطنت شد. در پی ارسال این تلگراف از شهرهای اصفهان، همدان، شیراز، رشت، کرمان، استراباد، زنجان و دیگر شهرها تلگرافهای زیادی رسید که گویای حمایت مردم از این درخواست بود. سال 1335 خورشیدی برابر با 1956 میلادی، نخستین دوره آموزش روزنامه‌نگاری در ایران در ساختمان مؤسسه مطبوعاتی اطلاعات و با استفاده از استادان داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. مدیریت وقت مؤسسه اطلاعات برگزاری امتحان انتخاب دانشجو برای این دوره را به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سپرد تا دانشجویان مورد نظر مطابق با استاندارد بین المللی انتخاب شوند. بنابراین بعد از برگزاری آزمون از میان صدها داوطلب تنها 13 نفر وارد دوره آموزشی شدند. روش کار نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران به این ترتیب بود که دانشجویان باید صبحها در تحریریه روزنامه خبرنگاری می کردند و عصرها و شبها سر کلاس درس حاضر می شدند تا هم به صورت عملی و هم تئوری روزنامه نگاری را بیاموزند. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، 120 تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای با قید دو فوریت خواستار رسیدگی به صلاحیت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی شدند. این نامه در پی عمیق‌تر شدن شکاف ما بین رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نگاشته شد.